When I was a kid, I used to dream what it would be like to live somewhere far away from Hell's Kitchen. But I realized the city was a part of me. It was in my blood. And I would do anything to make it a better place. There are other ways to see. Are left behind. I don't see the city anymore. Each breath you take is mine. There's only dark corners. I'll keep you safe, Kara. I have to be the man this city needs. What are you gonna do? Whatever it takes. We fight every night for something. When the sun sets, we're both the same. You and I have a lot in common. We're nothing alike. پیشنمایشی که الان دیدین فکر کنم خیلی براتون آشنا بود، نه؟ میخوام این لوگو رو بهتون آموزش بدم، پس بریم سریع آموزش رو با هم شروع کنیم. اولین کاری که میکنیم یک فونت نزدیک به این نوشته میاریم، بعد میتونیم یه سری با ابزارها تغییرش بدیم. تکست رو انتخاب میکنم، یک کلیک وسط صفحه و مینویسم دردویل یا دردویل. فونتی که نزدیک به این پیدا کردم میلیونر دمو رگولار هست، یک مقدار بزرگترش میکنم و اینجا قرارش میدم یک مقدار زوم که کامل ببینم. ببینید، شما برای اینکه بخواید تغییرش بدین فونت رو، بعد از حالت فونت خارج بشه، راست کلیک میکنیم و کریت اوتلاین رو میزنم، دوباره راست کلیک میکنم و آن گروپش میکنم، از حالت تکست خارج بشه، از حالت گروپ هم خارج بشه. ببینید، دی اول رو من مثل این یکی دی انجامش میدم، یعنی حالت کرو و این حالت کشیدگی رو انجام میدم، بعد دیگه حالا یه دونه کپی میگیریم و اول لوگو یکی دی رو میتونیم کشیده ترش بکنیم. اول دی رو انتخاب میکنم، با دایرکت سلکشن تول این دوتا قسمت رو میگیرم و حالت کرو میکنم که این حالت کرو اینجا داشته باشه، قسمت پایینش رو هم به همین صورت کرو میکنم. ببینید، به این صورت. داخلش رو هم انتخاب میکنم، با دایرکت سلکشن تول این دوتا رو میگیرم و یک مقدار کروش میکنم این حالت بشه. میتونیم دی رو انتخاب بکنیم، یه خورده کشیده ترش بکنیم مثل این یکی من انجام میدم و این قسمت رو بیاریم یکم پایین تر. دوباره دایرکت سلکشن تول انتخاب میکنم، روش کلیک میکنم و با کلیدهای جهت نمای روی کیبورد میتونیم این قسمت رو یک مقدار بیاریم پایین تر. این قسمتی که میبینی حالت شکستگی داره، از توی ابزارها اد انکر پوینت رو انتخاب میکنم، یک کلیک اینجا میزنم و این بار انکر پوینت تول رو انتخاب میکنم، روش کلیک میکنم، با کلیدهای جهت نما یک کم میارمش داخل. ببینید، این حالت شکستگی رو بهمون بده این قسمت رو. یک مقدار اینجا رو هم میاریم داخل تر. خب، خوبه. میرم برای A همجور به صورت ساده هست، اما یک مقدار کج هست. حالا من آخر کار یه سری خطا میکشم که بیارمش کامل توی حالت پرسپکتیوی داره. Aمون اوکیه. حالا موقعی که آوردمش توی حالت پرسپکتیو کج میکنم. تو قسمت R دوباره ما یه حالت کرو این بالا پایین داریم. اینجا رو کرو میکنم به این صورت. این رو کلن حس میکنم. دوباره با انکر پوینت اینو میارم جلوتر، اینجا رو کرو میکنیم، ببینید این حالت باشه و این قسمت رو هم ما میتونیم کروش کنیم این قسمت. خب، قسمت داخلی اینجا هم به همین صورت انتخابش میکنم، این قسمت و این قسمت رو یک مقدار کرو میکنم به این صورت. این قسمتی هم که دوباره حالت کج شده، دوباره از انکر پوینت رو انتخاب میکنم، اینجا یه دونه کلیک، دوباره انکر پوینت رو انتخاب میکنم، روش کلیک میکنم و یک مقدار میارمش شکستگی رو داخل، اینجا هم یک مقدار میارمش داخل به این صورت. خب، میام برای قسمت ای رو هم یه حالت کج داره، نیازی به جایی که بخوایم کرو کنیم نداریم. پس دوباره از انکر پوینت رو انتخاب میکنم، یک کلیک اینجا میزنم، انکر پوینت رو انتخاب میکنم، یک مقدار میارمش به سمت داخل، اینجا رو هم به همین صورت. اینجا حالت کج داره، یک مقدار کجش میکنم به این حالت، اینجا رو دوباره کلیک میکنم میارمش به سمت داخل، اینجا رو هم یک مقدار میارمش به سمت داخل. این قسمت های اینجا حالت کج مانند داره که البته این توی یه راستای خط قرار گرفته، یعنی این باید بیاد جلوتر، این یکی هم باید بیاد
اینجا قرار بگیره. البته این یک مقدار دیگه بعد بره داخل. خب بیاییم برای قسمت دی. دوباره این دی رو ما میتونیم از این یکی دیه بگیریم و اینجا قرارش بدیم. دی زیری رو کلن حذف کنیم. من اینجا رو کشیده کردم، بعد همه رو توی راستای اون میذارم. ای رو هم به همین صورت اینجا قرارش میدم، چشمش رو بردارم که زیری رو حذف کنم. ویل رو هم فقط این قسمت میاد داخل. خب تا اینجا ما این کار انجام دادیم. حالا این هلالی که، یعنی این پرسپکتیوی که اینجا داده، ما میتونیم از روی خود این لوگوی خودشون بگیریم. مثلا من از اینجا بیام بگیرم و چون بخاطر اینکه لوگوی من خیلی بزرگتر هست، میتونم یک حالت، البته همین رو میتونیم اینجا این قسمت به این صورت بگیریمش. خب شیفت و ایکس رو بزنیم حالت استروک بشه. بعد قسمت پایین رو، کاری به اون یکی دیگه ندارم، قسمت پایین کلن فرق میکنه با اون یکی. جفتش رو انتخاب میکنم، یک مقدار بزرگترش میکنم و میام اینجا قرارش میدم. باز بزرگتر، باز یک مقدار دیگه، خب یکم دیگه کوچیکتر. اینو اینجا قرار میدم. گفتیم کاری به دیه نداریم، پس اینجا قرارش میدم. رو اول ای قرارش میدم و یک مقدارم کوچیکترش میکنیم. یعنی این اینجا قرار بگیره، این یکی هم اینجا قرار بگیره. میبینید اول ای قرارش میدم، این یکی هم اول ای قرار میدم. یعنی ما روی ای اول قرارش میدیم، بقیه رو ببریم توی همه حالت. همه رو با گرفتن شیفت انتخاب میکنم به جز دیه اولی و یک مقدار کجش میکنم توی ای که اینجا بهتون گفتم قرارش میدم. من توی این پرسپکتیو، حالت پرسپکتیو، حالا خودم میگم، اینا همه رو باید قرار بدم. ببینید اینجا فونت های اول، نوشته های اول کوچیکتر هست، میره بالا، بلندتر میشه و بزرگتر میشه. یک مقدار کشیده ترش میکنم. این رو هم میارم پایین قرار میدم. خب خوبه. A رو انتخاب میکنم، A رو یک مقدار میبرمش اینجا. خوبه. حالا A رو انتخاب میکنم، میارمش یکم نزدیکتر به، چون فاصله بینش رو میبینید کمه، میارمش توی این قرارش میدم. و این قسمت پایین A رو هم به این صورت. دی رو اینجا میتونیم بزرگترش کنیم و یک مقدار هم کشیده ترش کنیم. یکم هم کج، البته خیلی کج شد. اینجا قرارش. حالا این یکی خط رو ما پاک میکنیم، این یکی هم پاک میکنیم. همه رو با هم انتخاب میکنم، یک مقدار زیاد بزرگترش میکنم. خب یک مقدار من اینا رو به همدیگه نزدیک کنم. الان ببینید یه حالت کجمانن داره، یعنی این آخری ها یه حالت پرسپکتیو داره. من الان رو به سمت چپه، این به سمت راسته. همه رو با هم انتخاب میکنم، یک مقدار اینجوری به این حالت. ببینید پایین اینو در نظر بگیرید، این حالت هلاله، اینجا هم یه حالت هلال بهش میدم. یک مقدار حالت هلال، البته زیاد شد، اینجا بهش میدم یه همچین حالتی. و حالا ال رو انتخاب میکنم، دوباره انکر پوینت رو انتخاب کنم، یه تیک اینجا میزنم با کلیدهای جهت نما، میارمش به سمت راست. یعنی یک حالتی که توی
پرسپکتیو بره. همینطور آی رو ببینید، پایینش یک اندازه هستا، فقط بالای حروف داره میره سمت چپ. همه رو با هم انتخاب میکنم، یک مقدار کوچیکترش میکنم. البته که لوگوهای معروف خیلی روشون کار شده، خیلی زمان گذاشته شده، ولی من فقط صرفا برای آموزش که بدونید چطوری میشه یک فونت رو شکست و تغییر داد این آموزش رو گذاشتم، وگرنه کار کردن روی لوگوهای معروف، لوگوهای قراره یه لوگوی خیلی خوب و حرفه‌ای در بیاد، زمان خیلی بیشتر از اینا نیازه. تا اینجا آموزش چطور بود؟ اگر دوست داشتین تو قسمت کامنت ها برام بنویسین. و یه چیز دیگه، اگر که میخواین پوستر دردویل رو هم طراحی کنم توی قسمت کامنت ها برام بنویسین که به زودی ویدیوش رو بسازم. ادامه ویدیو رو ببینیم و تکمیل کنیم. این قسمت وی رو یک مقدار باید پهن‌ترش کنم اگه دقت کنین نسبت به بقیه. اینم یک مقدار میاد پایین‌تر. ببینین قسمت وی اینجا پهن‌تره. ببینید من یه دونه تکست اینجا می‌نویسم. خب همین تکستی که اینجا گذاشتم. شما میتونید از تو این قسمت وارپ ها، از تو میک انولپ ها میتونید یکی از اینا انتخاب کنید، مثلا رایت رو انتخاب بکنید. اینجا یک مقدار ببینید با این ابزارا جابجا کنید، ابزارا رو سمت چپ کوچیک‌تر شده و اومده سمت راست یک مقدار بزرگتر شده. ببینید یه همچین حالتی رو میتونید به کارتون بدین که تقریبا تو مایه های همین میشه. ولی خب چیزی که برای لوگو آدم استفاده میکنه باید به صورت دستی و جدا جدا طراحی بشه. خب ببینید عزیزان، من این رو یک مقدار بزرگتر میکنم. میبینید یک حالت کرو مانند داره. ببینید یک حالت همون پرسپکتیوی که میگم این حالت رو داره، ولی مال ما اینطوری نیست. خب میام چیکار میکنم؟ انتخابش میکنم به جز دی، یعنی من میام دی رو با شیفت از اینا جدا میکنم. میام تو قسمت ابزارها، این قسمت شیر تول رو روش کلیک میکنم، شیفت رو پایین نگه میدارم و یک مقدار کجش میکنم. ببینید که یه همچین حالتی رو توی پرسپکتیو بهم به درات فکر میکنم زیاد شد، یک مقدار برمیگردم همون قبلیه بهتر بود. حالا دی رو جدا انتخاب میکنم، دی رو هم یک مقدار میچرخونم، دوباره همه رو انتخاب میکنم به جز دی چون فکر میکنم زیاد چرخید، یک کم کجش میکنم. الان خوبه، دی رو انتخاب میکنم، یک مقدار جابجاش میکنم که تو راستای اون قرار بگیره. حالا انتخابش میکنم، یک مقدار میچرخونمش. ببینید الان منحنی اینجا با منحنی این بالا و پایینش یکیه، یک مقدار دیگه میتونه بچرخه، ولی نه قبلیه خوب بود به این صورت. حالا عکس رو انتخاب میکنم، یک مقدار کوچیکترش میکنم، میخوام یه دونه بک‌گراند بهش بدم مثل خودش. رکتنگل رو انتخاب میکنم، یه دونه بک‌گراند اینجا میکشم، با آی دراپر از بک‌گراند اینجا میگیرم، رکتنگل رو زیر لوگو قرار میدم، لوگو رو انتخاب میکنم و رنگ قرمز رو بهش میدم. خب به این صورت بک‌گراند رو ما میتونیم یک مقدار تیره ترش کنیم که رنگ قرمز مشخص باشه. الان خوبه. ببینید داخل لوگو یک حالت تکسچر مانند داره. حالا این لوگو مشخص نیست که از پلاگین استفاده کرده یا حالا تکسی رو آورده گذاشته یا حالا همه اینا دونه دونه توی ایلوستریتور انجام شده، مشخص نیست. ولی چیزی که حالا من توی ایلوستریتور بهتون آموزش دادم تقریبا شبیهش بشه اینه. من میخوام این تکسچر رو روش بندازم. قبلا پلاگین ها رو بهتون توضیح دادم چون میخوام از پلاگین استفاده کنم. پلاگین رو اگه ندیدین لینکش رو این بالا میذارم. انتخاب میکنم کل کارم رو، میام تو قسمت افکت و این قسمت پایین اینجا که اضافه شده افکت ها، توی تکسچر اینو روی تکسچر کلیک میکنم. میبینید الان حالت تکسچر رو به من داد. خب اینجا حالت چوب رو داده. اینجا شما میتونید تغییر بدین حالت ها رو. اینا رو توی همون ویدئوی آموزشی گذاشتم. مثلا شادو رو میخوایم بدین، این قسمت بالا باید حذفش کنین، بعد بیایم مثلا اون چیزی رو که دوست داشته باشین بهش بدین، یا حذفش کنین نویز بیفته. ولی خب من میخوام از همون چوب استفاده کنم، از این حرکت. یک مقدار زومش میکنم به خاطر که تکسچر اینا اینجا دیگه اینقدر واضح نیست. دوباره انتخابش میکنم، روی تکسچر کلیک میکنم، اینجا رو میخوام داشته باشیم. این قسمت رو ما میتونیم کم رنگ پر رنگ بکنیم که تکسچرمون میخواد زیاد مشخص باشه یا کم، یعنی اوپاسیتی رو کم و زیاد میکنیم. اینجا هم که
میتونیم حالا حالتش رو درشت‌تر باشه یا ریزتر باشه، یه همچین حالتی رو بهش میدم. ببینید یه همچین تکسچر رو میتونیم بهش بدیم به این صورت. میبینید تکسچری که بهش دادیم این شکلی شد و میتونیم یه دونه دراپ شادو هم بهش بدیم که حالا یه سایه ای هم بهش داده باشیم. میتونیم از بک‌گراند اینجا بگیم کم تیره ترش کنیم، ولی همون مشکیه اوکی، یه همچین بک‌گراندی هم بهش بدیم. به این صورت میتونیم لوگوی دیردویل رو طراحی کنیم.